سلام دوستان، برنامه هندیمن رو تماشا میکنید. در برنامه گذشته که ساخت ماگ چوبی بود، تعدادی از دوستان در مورد سیلر و کیلر پرسیدن. امروز میخوایم به طور کامل در این مورد، یعنی سیلر و کیلر، با هم بحث بکنیم. پس اگر به این مباحث علاقمند هستید، حتما بشینید پایین برنامه، چون قراره به کلی از سوالات شما پاسخ داده بشه. اما قبل پرداختن به این موضوع، من یک خواهشی از شما دارم. اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. کانال پرشین هندیمن رو سابسکرایب که شما میکنید باعث میشه به آرشیو ویدیوها دسترسی داشته باشید و در طول زمان تعداد این ویدیوها هم بیشتر میشه. اگر زنگوله رو بزنید، هر زمان که ویدیو جدید منتشر بشه شما از اون مطلع میشید. از طرف یوتیوب یه نوتیفیکیشن یا یک اطلاعیه برای شما میاد که ویدیو جدید آپلود شده، میتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید رو تماشا کنید. ابتدا در مورد سیلر با هم بحث میکنیم و بعد میریم سر مبحث کیلر. اجازه بدید اول در مورد خود واژه سیلر یه توضیح بدم. واژه سیلر یک لغت انگلیسی هستش از فعل سیل، همونطور که داخل تصویر دارید میبینید. واژه سیل به معنی آببندی و درزگیری هست و سیلر همون ماده‌ای هست که آببندی میکنه. این تعریف لغوی سیلر. اما به طیف گسترده‌ای از موادهای آببندی کننده سیلر میگن. سیلر هم فقط مختص به چوب نیست. سیلر دیوار گچی داریم، سیلر بتونی داریم و انواع اقسام سیلر دیگه. حتی قیر هم میتونه یک نوع سیلر حساب بشه، چون اونم آببندی میکنه. اصولا هر سطحی که دارای خلل و فرج باشه، به طوری که رطوبت بهش نفوذ بکنه یا رنگو به خودش جذب کنه، میشه به عنوان پرایمر یا به عنوان عایق سیلر کاری کرد. همونطور که اشاره کردم، سیلر برای سطوح مختلف به کار میره، اما امروز ما میخوایم فقط در مورد سیلر چوب صحبت بکنیم. اگر دقت کرده باشید، وقتی که شما سطح چوب رو رنگ میکنین، بعد از چند دقیقه متوجه میشید که رنگ به داخل بافت چوب نفوذ کرده و اصطلاحاً رنگ به خورد چوب رفته. علت این ماجرا اینه که در سطح چوب محافظ ریزی وجود داره که باعث میشه که رنگ از سطح به بافت چوب نفوذ بکنه. برای حل این مشکل ما سطح کار رو سیلر کاری میکنیم. در حقیقت سیلر یک بتونه مایع و شفاف هست برای پر کردن منافذ سطحی چوب. اما جنس سیلر چیه؟ سیلر از چه ماده‌ای ساخته شده؟ سیلر هم مثل باقی رنگ‌ها از ترکیب تعداد زیادی مواد مختلف تشکیل میشه و بسته به اینکه برای چه سطحی استفاده میشه جنسش هم متفاوت است. اما سیلری که بیشتر تو بازار هست و ما استفاده می‌کنیم سیلر نیتروسلولوزی هست. اما سیلر از جنس‌های دیگه هم هست، مثل سیلر پلی‌اورتان که بسیار گرون و بسیار با کیفیته و همینطور سیلر از جنس‌های متفاوت دیگه. سوال اینه که آیا سیلر رو هم باید رقیق کرد یا اینکه به همون شکل باید بر روی سطح کار اجرا کرد؟ سیلر رو حتما باید قبل کار رقیق بکنید با تینر فوری. نسبتی هم که شما باید سیلر رو با تینر رقیق بکنید نسبت 2:1 یا 3:1 است. یعنی بسته به اینکه شما میخواین با پیستوله کار اجرا بکنید یا با شوت یا قلمو، یک قسمت سیلر و 2 یا 3 قسمت باید تینر فوری استفاده بکنید. بعضی از دوستان هستن که بدون اینکه سیلر رو رقیق بکنن با کاردک بر روی سطح کار اجرا میکنن تا اصطلاحاً سیلر پوشش بهتری داشته باشه. اما اگر شما سیلر رو رقیق نکنید و به همون صورت در روی سطح کار بزنید، سیلر کار اصلی خودش که اشباع بافت سطحی چوب و عایق بندی هست رو به خوبی نمیتونه انجام بده. تینر مناسب برای سیلر هم تینر فوری 15000 یا 20000 هست. سیلر رو به جمع با حلالای دیگه مثل بنزین قاطی نکنید. بنزین میتونه به عنوان رقیق کننده در اکثر رنگ‌ها مورد استفاده قرار بگیره، اما در مورد سیلر اینطور نیست. در بعضی از موارد اینکه سطح کار رو شاپان میزنن تا رنگ کار عوض بشه، بهترین حلال همون بنزینه، اما در اینجا بنزین اصلا کاربرد نداره. سیلر یک ماده عسلی شکل هست که در قوطی‌های 1 کیلویی به بالا در بازار پیدا میشه. یادتون نره که به هر میزانی که نیاز دارید سیلرتون رو رقیق کنید. اگر یک قوطی 1 کیلویی سیلر دارید، همه رو با تینر رقیق نکنید. هر مقداری که نیاز دارید رو با تینر رقیق بکنید، چون سیلری که رقیق شده اگر استفاده نشه خیلی قابلیت مانایی نداره و به زودی خراب میشه. این سیلر هست، بوی بسیار تندی هم داره. یادتون نره که تقریبا تمام رنگ ها، تمام مواد شیمیایی سرطانزا هستن، تقریبا رنگ زرد کهربایی یا رنگ عسلی داره. این سیلر رو با نسبت 2:1 یا 3:1 با تینر قاطی میکنید، یک قسمت سیلر و 2 یا 3 قسمت تینر. اما طریقه استفاده سیلر به چه شکل هستش؟ شکل استفاده از سیلر بستگی به خود شما و همینطور هم شکل سطح کارتون داره. سیلر رو میشه با استفاده از قلمو، کاردک، قلتک بر روی کار اجرا کرد، اما بهترین حالت اینه که شما با استفاده از پیستوله سیلر رو برای کارتون اجرا کنید. بعضی از سطوح که هموار نیستن رو حتما باید با پیستوله اجرا کرد، اما
چون بسیاری از دوستان امکان داره که خودشون در خونه یا جای دیگه پیستوله نداشته باشن، نگران نباشید. هر جا که من صحبت از پیستوله کردم شما میتونید به جاش از قلمو استفاده. تنها تفاوت اجرای پیستوله با قلمو در اینه که شما انگامی که میخواین با قلمو کار اجرا بکنید باید سیلرتون یه مقدار غلیظ‌تر باشه، مثل همه رنگ‌ها. شما هر رنگی رو که میخواید با پیستوله اجرا بکنید باید رقیق‌تر باشه و با قلمو میخواید اجرا کنید باید یه مقدار غلیظ‌تر باشه. اجازه بدید مراحل کار رو یه بار دیگه از اول باهاتون مرور بکنم. بر فرض مثال شما میخواین بر روی این سطح یه پوشش شفاف مثل کیلر یا پلی‌استر اجرا بکنید. ابتدای کار همون اول باید شما سطح کارتون رو کامل سماطه زده باشه، یعنی از قبل باید سماطه بزنید، سطح کارتون رو تمیز بکنید. بعد شروع میکنید با پیستوله یا با قلمو یک دست سیلر رو بر روی سطح کار اجرا میکنید. وقتی که اجازه دادید که سیلر خوش شو، سیلرهای تو بازار هستن سیلرهای فوری هستن و سریع بعد از چند دقیقه خوش میشن، اما بهتر اینه که حداقل 2 3 ساعت اجازه بدید کامل خوش بشه. بعد شروع میکنید با یک سماطه نرم. سماطه نرم سماطه ای که نمرش بالای 200 باشه، اینو میگن سماطه نرم. خیلی نرم شروع میکنید به سماطه کشی به این صورت که سیلر رو کامل پاک نمیکنید، فقط سطح کار کامل صاف بشه. بعد از اینکه این کار انجام دادید دوباره با دستمال پاک میکنید یا باد میگیرید و سیلر دست دوم رو روش اجرا میکنید. با سماطه نم دوباره سماطه میکشید به این شکل کامل کارتون صاف بشه. این زیرسازی کار الان کامل تموم شده و تنها میمونه یک مرحله که اونم پاشیدن پوشش شفاف نهایی هستش که میتونه کیلر باشه یا پلی‌استر یا پلی‌اورتان یا هر ماده شفاف دیگه. اما یه زمان هست که سطح کارتون نیاز به بتونه کاری هم داره. این داستان یه خورده پیچیده تر هستش، به این صورت که الان میگم باید عمل بکنم. اول اجازه بدید بهترین فرمول بتونه رو خدمتتون عرض بکنم. بتونه رو شما با مل، سیریش، چسب چوب و آب درست کنید. اگر حفره‌ای که بر روی سطح چوبتون هست زیاد هست یا عمیق هست و میخواهید بتونتون محکم‌تر بشه از خاک عرم در این ترکیب استفاده بکنید. به این صورت که خاک عره رو باید کامل الک بکنید، به صورت پودر باشه، به این ترکیب اضافه میکنید. این بتونه بسیار بسیار محکمه. بعضی مواقع اگر بتونه باز محکم‌تر از این خاصی تو جا بعضی از جاها میتونید از گچ کناف با چسب چوب و آب استفاده کنید. اینم تقریبا شبیه به بتونه سنگ در میاد. اما سوالی که پیش میاد اینه که اول سیلر رو اجرا کنیم و بعد بتونه کنیم، یا اینکه اول بتونه کاری رو انجام بدیم و بعد سیلر بزنیم. به نظر من بهترین کار اینه که شما اول سطح کارتون رو کامل سماطه بزنید، یک دست بتونه رو اجرا بکنید، سماطه رو بزنید و بعد سیلر رو بپاشید. این از نظر من بهترین حالته. حالا بستگی به کار خودتون و شرایط کارتون داره که اول سیلر اجرا کنید یا اول بتونه رو اجرا بکنید. پس با روشی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، اول سطح کار رو سماطه میزنید و بعد شروع میکنید با بتونه که ساختید، بتونه کاری، سماطتون رو میزنید، سطح کار رو آماده میکنید و شروع میکنید به اجرای سیلر. سیلر رو حداقل باید دو دست اجرا بکنید، اگر نیاز هست دست سوم رو هم اجرا بکنید. نکته بسیار مهمی که باید شما در نظر داشته باشید رنگ بتونه است. یعنی رنگ بتونه رو شما باید خودتون درست بکنید که دقیقاً شکل رنگ خود چوب در بیاد، اونم نه چوب خشک. یه مقدار از چوب رو خیس بکنید، بتونتون دقیقاً باید هم رنگ با رنگ چوب خیس باشه. الان خدمتتون این تفاوت رو عرض می‌کنم. اگر دقت بفرمایید قسمت بالا خیس است و قسمت پایین خشک. ببینید که دوتا رنگ چقدر با هم تفاوت دارن. پس بتونه که شما میخواید بسازید حتما باید رنگ این قسمت یعنی رنگ چوب خیس باشه. راه فهمیدن رنگ چوب خیس هم بسیار ساده است. شما کافیه چند قطره آب رو با نوک انگشت بر روی سطح چوب پخش بکنید، رنگ چوب خیس خودش رو به راحتی نشون میده. این یکی از نکاتیه که بسیار بسیار مهم. زیرسازی رو به همین شکل گفتم خدمتتون انجام میدید. اگر نیاز باشه بتونه میکنید و اگر نیاز نباشه بدون بتونه کار سیلر رو انجام میدید. بعد میرسه به نوبت به پوشش نهایی. پوشش نهاییتون میتونه کیلر باشه، میتونه پلی‌استر باشه، نیم پلی‌استر باشه، پلی‌اورتان باشه و پوشش‌های دیگه. اون چیزی که امروز می‌خوایم با هم صحبت بکنیم فقط در مورد کیلر هستش. اما اگر دوست داشتید میتونیم در جلسات آینده در مورد انواع پوشش‌های شفافی که در بازار وجود دارن مثل لاک الکل‌ها، وارنیش‌ها، پلی‌اورتان‌ها و همینطور پلی‌استرها و نیم پلی‌استرها با هم بحث بکنیم. اما کیلر چی هستش؟ اجازه بدید باز هم در مورد لغتش با هم صحبت بکنیم و تلفظ اشتباهی که هممون به اشتباه میگیم کیلر. همونطور که در تصویر میبینید تلفظ دقیق این واژه کلیر هست نه کیلر. حالا چون دوستان همه میگن کیلر بنده هم میگم کیلر، وگرنه در حقیقت واژه درست و تلفظ صحیحش کلیر هستش. کلیر یا کیلر پوشش شفاف و نهایی بر روی سطح کارمون است. یعنی وقتی که شما کیلر رو بر روی کار اجرا کردید دیگه پوشش دیگه بر روش اجرا نمی کنید و این پوشش نهاییتون هست، بسیار زیبا براق و تقریبا بسیارم با دوام هستش.
کیلر از صنایع چوب، صنایع خودرو و دیگر صنایع مورد استفاده هست. کیلر هم مانند سیلر بر پایه مواد مختلفی ساخته شده و انواع متفاوتی داره، مثل کیلر نیتروسلولوزی که همین کیلر فوری هستش که در بازار هست در اندازه‌های مختلف، کیلر بر پایه رزین آلکیدی هست که در صنعت خودرو هم میشه استفاده کرد، کیلر دو جزئی هستش که نقاشه خودرو استفاده میکنن و بهش میگن روغن، روغن و همراه خوشکن اصطلاحا بهش میگن، که همون کیلر به علاوه هاردنرش هست و کیلرهای دیگه. اما سوال بسیار مهم اینه که بالاخره این سیلر و کیلر رو با هم دیگه باید قاطی بکنیم یا اینکه قاطی نکنیم؟ از قدیم حتما شما همه شنیدید که اسم سیلر همیشه همراه با کیلر و در ادغام با هم دیگه اومده، که آقا سیلر و کیلر رو با هم دیگه قاطی می‌کنی، رو سطح کار می‌زنی. اگر این کار انجام بدید شما خاصیت هر دو ماده رو ازش گرفتین. وقتی که شما سیلر و کیلر رو با هم دیگه قاطی می‌کنید، تقریبا سیلر رو بی اثر می‌کنید. شما قراره که سیلر رو به عنوان یه بتونه و یه عایق برای سطح کار اجرا بکنید، یعنی سیلر قراره که هم وارد بافت چوب بشه، بافت سطحی چوب، و اینو کاملا اشباع بکنه و هم تقریبا این یه بتونه شفاف منافع سطح چوب رو بپوشونه. وقتی شما سیلر رو با کیلر قاطی میکنید، مهمترین ماده که داخل سیلر هست رو تقریبا کم اثر میکنید و همینطور از اون طرف براقیت و دوام کیلر رو ازش میگیرید. پس به هیچ عنوان این کار رو انجام ندید، هرچند اینکه میدونم هنوز بعضی از استادکارا هستن این کار رو انجام میدن. کلیر رو چطور اجرا بکنیم؟ برای کارهای کوچیک میتونید از اسپری کلیر استفاده بکنید و اگر سطح کارتون بزرگه مثل میز یا کمد و امثال اون هست، میتونید برید از کلیرهای فوری که در بازار هستن که در قوطی‌های 1 کیلویی به بالا هستن استفاده بکنید. کلیر رو هم حتما باید با تینر فوری رقیق کرد و برای کار اجرا کرد. طبیعتاً بهترین نوع اجرا هم اجرای کار با پیستوله هستش. خب دوستان عزیز، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. حتما با لایک ها و کامنت ها از ما حمایت بکنید. یادتون نره که اگر دوست داشتید میتونید کانال پرشین هندیمن رو سابسکرایب کنید. هر جا که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.